سلامی گرم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. من مهین علیپور و همراه همکارم غلامرضا سومن در اتاق فرمان امروز 8 مارس در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های علی تبیز. بله امروز دقیقاً 8 مارسه و بعد از ضبط این برنامه هم ما قرار داریم که بریم توی شهر و در یک تظاهرات عظیم 3-4000 نفری که در شهر استکهلم از یک قسمت شهر به قسمت دیگه در جریان خواهد بود شرکت کنیم و در اونجا شعارهای خودمون رو بدیم، باندرولای خودمون رو بلند کنیم و آنچه که دلمون میخواد بر علیه این آپارتاید جنسی در ایران و به نفع جنبش زنان در ایران شعار بدیم و نشون بدیم به صورت تصویر، پلاکات، باندرول، فریاد، آواز و حتی به صورت رقص و غیره. و این روز 8 مارس در تمامی دنیا در بسیاری از شهرهای بزرگ هر کشوری روز خاصی هست و انسانهایی که آزادی خواه هستند و به برابری و آزادی معتقد هستند میرن که این وضعیت نابرابر بین زن و مرد رو که همچنان وجود داره و البته به صورت نسبی هستش نشون بدن و بر علیهش اعتراض کنن. بله 8 مارس روزی هست که روز اعتراض به تبعیض بین زن و مرد هست. ولی اگر ما نگاه کنیم به وضعیت زنان تو ایران یک وضعیت بسیار استثنایی هست. آپارتاید جنسی یک وضعیتی رو در حدود 35 سال برای زنان درست کرده که یکی از خشنترین، عقب افتاده ترین، سیاه ترین و ضد انسانی ترین وضعیت رو برای زنان درست کرده، با هیچ جا قابل مقایسه نیست. بالفرض وقتی که ما میگیم تبعیض و نابرابری همه وجود داره، این به این معنی نیست که زنان توی کشور سوئد وضعیتشون مثل زنان توی ایران هستش. در ایران بیحقوق زن قانونیه، در ایران بیحقوق زن رسمیه، به صورت علنی توی خیابونها زنها رو مورد کتک آزار قرار میدن به خاطر اینکه حجابشون چند سانت رفته اون ورتر یا رنگی غیر از رنگ موی طبیعی اون زن روی موهاش هست، یا اون زن شاد بوده یا لباس شادی داشته، یا اینکه به صورتی رفتار کرده که در چارچوب و نرمهای اسلامی اون جامعه، ببخشید من گفتم جامعه، جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. ولی ناگفته نمونه که در عرض 35 سالی که آپارتاید جنسی این خط قرمزاشو کشیده، خط قرمزی که از پیکر خود زن درست میشه تا برسه به یک حدود جغرافیایی بزرگ به اندازه مساحت ایران، در قبال اون یک مسافی بسیار مدرن و غیر مذهبی و برابری طلبانه وجود داره که از طریق زنان صورت میگیره و همینطور حمایت میشه از طریق انسانهای آزادی خواه. یک جنگ بسیار آشکار و یک جنگ بسیار مشخص روزانه، روزمره بین زنان و آپارتاید جنسی که از طریق قوانینش این مساف و رهبری میکنه و همینطور از طریق اراذل و اوباشش که به موقع اینا رو میرزه تو خیابونها که در وله اول زنان رو سرکوب کنه و در وله دوم گاهن هم زنان رو مورد استفاده قرار بده که مردم رو بترسونه و مبارزات مردم رو خاموش کنه یا اینکه پایین بیاره. به هر حال من این مقدمه رو گفتم که فعالیت‌های زیادی در این روز صورت می‌گیره. به احتمال زیاد در ایران هم زنان زیادی، مردان زیادی که آزادی و برابری رو میخوان و به آپارتاید جنسی تو ایران اعتراض دارن میان بیرون و این روز رو گرامی می‌دارن. ناگفته نمونه اینجا من یک گزارش بدم از یک حرکتی که خود ما داشتیم. البته ما یک هفته به پیشواز 8 مارس رفتیم، مراسم بسیار شاد و قشنگی رو در یکی از مناطق شمالی شهر استکهلم داشتیم. این عکس رو همکار من داره نشون میده. ایشون خواننده معروفی هستن به نام هومن که قبول کردن که اون شب در جشن روز زن شرکت کنن و برای ما خوندن و همینطور مردمی که شرکت کرده بودن اونجا تعداد زیادی از جامعه ایرانی بودن که با اشتیاق به این جشن اومده بودن. گروه تئاتر ما که عکس شما رد کردیم اونجا بودن، تئاتری رو به نام مثل یک زن
اجرا کردن. این گروه تئاتر، البته گروه تئاتر فتنه هستش و این تئاتر برای نشون دادن وضعیت نابرابر زن تو ایران و به طور کلی اینکه باید چی کرد و جلب حمایت پیرامون این جنبش برابری طلبی و دفاع از حقوق زن داشته، که در آخر هم بازیگران تئاتر به بین جمعیت رفتن و در اونجا با جمعیت صحبت کردن، که خیلی جالب بود به خاطر اینکه این قسمتی از خود این نمایشنامه تلقی میشد. بله عزیزان، این به هر حال گوشه هایی از فعالیت های ما بود که به پیشواز 8 مارس رفتیم و همینطور هم همونطور که گفتم امروز هم ما تا پاس از شب باز در خیابونا خواهیم بود. از اینجا من ترجیح میدم که خود من در اون مراسم 8 مارس صحبت هایی داشتم پیرامون مطالباتی که ما برای جنبش آزادی زن داریم و پیرامون کارهایی که ما در برنامه‌مون در پلتفرممون داریم بر علیه آپارتاید جنسی صحبت کردم، که از همکارم تقاضا دارم قسمت‌های از این صحبت رو برای ما بذارن. من به نمایندگی از سازمان علیه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران و همینطور فتنه، جنبش فتنه، جنبش رهایی برای زن اونجا صحبت کردم. امیدوارم که این ویدیو بله آماده هستن و از شما خواهش دارم که خوش آمدید. گوش بدید. خیلی ممنون از اینکه به من فرصت دادید که صحبتی بکنم. امشب قراره که یه شب شاد و بیادماندنی رو کنار هم دیگه داشته باشیم. من رو قسمت شادش خیلی حساسیت دارم، برای اینکه این شادی باید توی جنبش ما باشه. وقتی که ما داریم خودمون رو رهبر یک جنبش داریم، فعالین یک جنبشی میدونیم که جمهوری اسلامی رو خطاب قرار میده و به قول معروف تیر نهایی خودش رو میخواد به طرف یک آپارتاید جنسی بزنه و اون همونطوری که ما 35 سال شاهدش بودیم شادی رو زیر پا گذاشته، شادی رو میخواد با فرهنگ سازی خودش تو مردم بکشه، مردم رو به خاطر خندیدن، مردم رو به خاطر لباس شاد پوشیدن میگیره، زندونی میکنه، به همین خاطر شادی کردن یک قسمت از جنبش ماست و این جنبش، این شادی همیشه باید باشه. با شادی ما باید یک آپارتاید جنسی سیاه اختاپوس تو ایران پوزخند بزنیم و اونو به گورستان، به گورستان، به زوالداری تاریخ بسپاریم. حالا عزیزان، من برای توی صحبتی که میخوام امشب بکنم خیلی صحبت هم میشه کرد، ولی دوست دارم دو جنبه قضیه اینجا متمرکز کنم صحبت های خودم رو. یکی رو به ایران به طور کلی جنبش زن تو ایران چی میگه و ما چطور میتونیم کمکش کنیم، و یکی دیگه رو قسمت جهان شمول بودن جنبش زن به طور کلی، نه اینکه فقط جنبش زنان ایران. ببینید حدود 35 سال پیش یک آپارتاید جنسی اسلامی سر از گور برخواست و اومد و اولین کاری رو که کرد، اولین 8 مارس ایران شاهد این بود که یک پرده سیاه شوم که پشت سرش تمامی بی‌هویای زنان رو داشت روی سر نیمی از مردم ایران کشید. من زن نوعی، من اینجا وقتی که از خودم صحبت میکنم به نمایندگی از زنان تو ایران یا به نمایندگی از زنی که تازیانه های جمهوری اسلامی روی گردش کرده دارم صحبت میکنم، من زن نوعی رو حتی پیرامون پیکرم حصار گذاشت، خط قرمز برای من کشید، حجاب اجباری رو سرم گذاشت، نذاشت حتی خودم اون لباس رو که دلم میخواد بپوشم اون رو خیابون راه برم و لذتش رو ببرم. خط قرمز اول دور بدن من بود، خط قرمز های بعد توی خونه برای من گذاشت. به این صورت که توی خونه برای من خط قرمز به این صورت بود که شوهرم پایین ترم، از برادرم پایین ترم، از برادرم باید تبعیت کنم، نمیتونم طلاق بگیرم، اگر طلاق هم گرفتن که بود در صورتی که حساب یک اشکال باید بود مرد باشه بچه رو نمیتونم بگیرم، پسرم 2 سال مهمونمه و دخترم 7 سال. از اینا خط قرمز خانواده است. از خونه که میزنم بیرون تو کوچه و بازار 1001 خط قرمز دیگه برا من هست، جلو منو
ورزش فوتبال تماشا کنم. در طول 35 سال دوره سیاه و نکبت جمهوری اسلامی، تنها زمانی که زنان رفتن تو استادیوم ورزشگاه آزادی، اگه اشتباه نکنم اسمش باشه، و اونجا حضور پیدا کردن، زمانی بود که ناصر حجازی مرد. برای تشییع جنازه ایشون رفتن که شعارهایی را بلند کردن و گفتن چه خوب که بالاخره یک بار ما توی ورزشگاه اومدیم. و من اینو دوست دارم برای شما بگم، هفته ای که گذشت من یک کمپین رادیویی داشتم با تشکر از رادیوهای فارسی زبان شهر سیوپول که به من اجازه دادن میرفتم و صحبت میکردم. یه آقای بهرحال از من پرسید، خب خانم شما که میگی زنها برن تو ورزشگاه، اگه اونا رو با انگشت اذیت کنن چی کار میکنن؟ شما نمیدونم چی جواب میخواستید. این آقا چطور میتونه این سوال رو بکنه؟ آخه این انگشت کجا انگشتای مردم؟ این انگشتای کثیف مزدوران جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی وقتی که قوانین ضد زن خودشون میسازه، مسلمان فرهنگ خودش هم داره، اراذل اوباش خودش هم داره، عجیب میکنه، پول میده، زنان رو شبانه اذیت میکنه، تجاوز میکنه، مسلمان تو ورزشگاه هم میفرسته تا به قول این آقا با انگشت خانمها رو اذیت کنه. این فرهنگی که جمهوری اسلامی داره میسازه. به همین خاطر خیلی مهمه زمانی که ما میخوایم الان روز 8 مارس در رابطه با مسائل زنان رو به ایران صحبت کنیم، بدونیم که چه مطالباتی ما خواهیم داشت. چیزی رو که ما در این 8 مارس میخوایم چیه؟ پیشنهادهای ما چیه؟ شرطهای ما چیه؟ من دونه دونه این مواردی رو گفتم. اینا مطالبات ماست. مطالبات ما زمانی که بلفاست سیله آزاده، مردم میتونن چند زن بگیرن، این یه نوع خط قرمز. زمانی که پدرخوانده مجاز میشه که با دختر خوندهش ازدواج کنه، اگر من نمیرم دخترم چه سرنوشتی پیدا میکنه اگر کسی رو نداشته باشه؟ زمانی که من طلاق گرفتم بچه‌مو دارم و اگر پدر اون بچه بمیره، پدر بزرگی صاحب اون بچه میشه، میگردن تو تمام فامیل اون خانواده ببینن ببخشید و حتی فروکچلی پیدا کنن که صاحب این بچه میشه و اون بچه این رو که من زاییدم مال من نیست. اینا خط قرمزایی که جمهوری اسلامی برای ما گذاشته و انجام ندادن، رعایت نکردن و گذشتن از این خط قرمزا، همونطور که خود شما هم حتما چونش رو خوردید، کتک داره، مجازات داره، اسید پاشی داره، فحش داره، تجاوز داره، زندونی شدن داره و اعدام. بله عزیزان، این برنامه به هر حال برنامه مراسم ما یا جشن روز زن ما حدود 4 ساعتی بود که ما متاسفانه نمیتونیم همه این یا حتی همه این سخنرانی رو خدمت شما ببینیم، چون وقت شما به نظر من خیلی به هر حال لازمتر هست برای مسائل یا موارد دیگه. من گفتم که وضعیت زنان تو ایران یک وضعیت استثنائیه. یکی از ویژگی‌های بسیار خاص دیدگاه جمهوری اسلامی به زنان، دید ابزاریشه به زنان. زن در حقیقت انسان نیست، زن یک ابزاره. خیلی قشنگ اینو تو قوانین خودش هم نشون داده، طرحایی که میده، طرح تعالای خانواده که زن بیاد از 15 سالگی بزاد و بره گوشه خانواده و تمامی محتوای این تر با تبصره‌هاش و امکاناتی که میذاره و غیره، یک ذره حالا میاد مرخصی زایمانو کش میده و این کارو اون کارش میکنه، همه به این خاطره که زن بره گوشه خونه بنشینه و بچه بزاد. اخیراً هم ما شاهد این بودیم که در استان سیستان و بلوچستان میاد اسم 3 زن رو به عنوان افرادی که دارای پست‌های مهم اداری و مدیریتی هستن میده بیرون. در اولاً در جایی که نگرانی‌ها و به قول معروف وضعیت نابسامانی هست، درگیری‌های میشه بین نیروهای پاسدار و غیره و مردم، و حالا ما وارد این جزئیاتش نمیشیم. ولی حتی جمهوری اسلامی اینو فهمیده که یک نگاه ابزاری و یک نگاه تبلیغی داشته باشه به مسئله زن وقتی که میخواد پستی مقامی به زن بده، و اینجا میاد اینا رو مطرح میکنه، بخصوص در این شرایط، در آستانه 8 مارس و در این وضعیتی که تمام زنان توی دنیا سعی میکنن، اونایی که یک مقدار به هر حال وابستگی هایی توی ایران داشتن، وابستگی هایی با ایران دارن، همه به احتمال زیاد
پشت هر میزی که هستن، پشت هر کرسی که قرار میگیرن، یک صفحه کاغذ میخوان چیزی رو بنویسن، یک بلنگوی گیرشون میاد، در تظاهراتی میخوان شرکت کنن، به احتمال زیاد آپارتاید جنسی رو افشا خواهند کرد و از وضعیت نابسامان زنان تو ایران صحبت میکنن. دید ابزاری جمهوری اسلامی به زنان به صورتیه که هیچ حقوقی، هیچ جایگاهی برای زن توی جامعه نداره و زن رو متعلق به مردان خانواده و مردان اطراف خودش میدونه. به هر حال این جنبشی که بخواد زن رو رها کنه، جنبشی که بخواد دفاع از آزادی و برابری بکنه، چیزی نیست غیر از اون که نابودی جمهوری اسلامی رو بخواد. رهایی زن در گروه از بین رفتن جمهوری اسلامیه. و به همین خاطر من دوست داشتم اینجا بگم که البته تو صحبت‌های منم یه مقدار بود، جنبش رهایی و جنبش آزادی و برابری و جنبشی که میره که زن رو در جامعه آزاد کنه، باید تنش رو به کلی از جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش علیه اعدام، جنبش دفاع از حقوق بچه‌ها، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی و غیره بزنه که بتونه یک قسمت مهمی از مبارزات مردمی تو ایران باشه. وگرنه این مبارزات نمیتونن موفق بشن. مبارزات سرنگون طلبانه توی جمهوری توی ایران بدون شرکت زنان، بدون رهبری زنان، بدون اینکه زنان قسمت رادیکالش رو دست بگیرن و قسمت اعظمی از این مبارزات رو به دوش خود بکشن، نمیتونه موفق بشه. ما حتی در دنیا هم شاهد این بودیم، در جاهایی که زنان شرکت کردن، در جاهایی که زنان در مبارزات مردمی شرکت کردن، در کشورهای عربی اینا رو ما به وضوح دیدیم، اون انقلاب رنگ بوی زنانه گرفت و اون انقلاب تونست تا حدودی دفاع از برابری و آزادی بکنه. به همین خاطر هم هست که من یک بار دیگه تاکید میکنم جنبش زنان تو ایران و ماها که دفاع از حقوق زنان تو ایران میکنیم، باید تلاش کنیم برای زمین سازی، برای آگاهی سازی، برای درست کردن شرایطی که زنان جزء مهمی از مبارزات مردمی تو ایران باشن. ما وقت زیادی نداریم، همکارم نشون میده که بیشتر از 6 دقیقه از وقت ما نمونده، ولی نابجا نیست که در اینجا من قسمت‌هایی از صحبت آمینه قادری، مادر زانیار مرادی که به اعدام محکوم شدن رو برای شما بخونم که بی ارتباط با صحبتی هم که ما اخیراً داشتیم نداره. جمهوری اسلامی، جمهوری اعدام و سنگسار میخواد سنگسار کنه، اعدام کنه، مردم رو به خیابونها بکشونه که شاهد اعدام و سنگسارها باشن، فرهنگ سنگسار درست کنه، فرهنگ اعدام درست کنه و هیچ زن آزاده‌ای نمیتونه خاموش بشینه و این زن آزاده باید دفاع از جنبش علیه اعدامم بکنه و قسمت مهمی از جنبش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. به هر حال این آلترناتیوی هست، این راه حلی است که ما پیشنهاد میکنیم و مطالباتی که ما در این 8 مارس هم روی پیش داشتیم و مطرح کردیم چیزی غیر از این نیست. نابود شدن و از بین بردن تمامی قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و همینطور برای مردم هست. من قسمتی از صحبت‌های آمین قادری رو می‌خونم، مادر زانیار مرادی رو، و بعد از این صحبت‌ها شما رو به یک قطعه ویدیو کلیپ دعوت می‌کنم که به اون هم می‌رسیم. ایشون پیامی رو به مناسبت 8 مارس میدن و میگن که 8 مارس گرامی باد. من اجازه می‌خواهم 8 مارس را در ابتدا به زنان آزاده‌ای تقدیم کنم که در این روزها و ماه‌ها و سال‌های سخت و جانکاه ما را تنها نگذاشته و همواره برای نجات عزیزترین فرزندم و هم پرونده‌ای او لقمان مرادی مبارزه کردند. 8 مارس روز جهانی زن در این حال شاید روزی باشد که همگان نگاهی به نه قلب ما بیاندازند، مادرانی که با کابوس مرگ و قتل عمد فرزندانشان روز را به شب و روز میرسانند مورد توجه قرار بگیرند. من این سرنوشت را برای هیچ مادری آرزو نمی کنم. 8 مارس امسال باید روزی باشد که به همه مادرانی که فرزندان عزیز و دلبندشان را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان
از شور و گرما و لبخند و زندگی آنان فقط قاب عکسی برای مادران به جان نهادند یاد کنیم و به همه این مادران ادای احترام کنیم. و ایشون هم ادامه میدن که باید ما فعالیت کنیم بر علیه اعدام و برای دفاع از زندانیان سیاسی. و حقیقتاً به جا بود که ما یه قسمتی از این پیامو بخونیم، پیامی که آمینه قادری مادر زانیار مرادی به مناسبت 8 مارس دادن. جنبش آزادی و برابری زنان باید تنشو به تمامی جنبش‌های اجتماعی سیاسی تو ایران بزنه که بتونه موفق بشه. بر علیه اعدام باید بلند بشه، سنگسار باید بلند بشه، دفاع از زندانیان سیاسی. و این 8 مارس ویژگی های خاص خودشو داره و به هر حال تو صحبت‌های ما هم به اون اشاره کردیم. مبارزات زنان به جایی رسیده که ما هر روز شاهدش هستیم، شاهد دهنکجی های زنان به قوانین و نرم های جمهوری اسلامی به صورت های مختلف. و همونطور که قبلا هم گفتم یک مسافی بسیار آشکار و عمیق که قدمت 35 ساله داره بین جنبش زنان و زنان و جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. ما باید با شعار نه به تغییر، نه به تبعیض، نه به بردگی جنسیتی، نه به ابزاری بودن زن 8 مارس رو گرامی بداریم. به همین خاطر هست که هم اکنونم باید بگم که باز نابجا نیست که من شما رو دعوت کنم به حدود یه دقیقه از ویدیو کلیپی که از 8 مارس سال 79 زمانی که زنها به خیابون ریختن و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کردن، حجاب سیاهی که خمینی و دار و دستش و پرچمدارای جمهوری اسلامی روی سر نیمی از جمعیت ایران انداختن که بگن نیمی از جمعیت ایران زن هست و از موقعیت پایین تری برخوردار خواهد شد. ویژگی خاص جمهوری اسلامی زن ستیزی اونه و آپارتاید جنسی باید پرچم خودش رو از همون اول به زعم خودش نشون مردم میداد و اون هم حجاب اجباری بود. ازتون خواهش میکنم به این ویدیو کلیپ نگاه کنید و 8 مارس خوبی رو هر جایی که هستید داشته باشید. تا برنامه بعدی، شب و روز شما خوش. Yesterday's demonstration was the nearest thing to an anti-Khomeini rally yet. The imposition of Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. Many are furious. Only a minority in Tehran already follow the instruction. But the issue has provided an escape valve for many of the men here who for days have been spoiling for trouble. Led by a few Islamic zealots, several hundred men eventually attacked the protesters. Several of the women who stood their ground with considerable courage were stabbed as they chanted slogans for equal rights. Most of these men can be relied upon to have a gun at home, and if they can't persuade the women and other sectors who oppose extremist Islamic beliefs, then the danger is that they will bring their weapons out onto the street and that there will be bloodshed again. Moments later, guns actually did appear. Order was eventually restored by a mullah who expressed no sympathy for the women's position. Ayatollah Khomeini is determined to see an Islamic State at all cost. Resistance to it is already growing. With no impartial policing, the split in the revolution is already open and threatens to become wider and more dangerous. John Snow, ITN, Tehran.